شما بیننده خبرها از استدیو هرات هستید. با آغاز تلاش‌ها برای سرگیری گفتگوهای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان، مردم هرات به پایان خشونت‌ها در کشور یک بار دیگر امیدوار شدند. شماری از باشنده‌های هرات از طالبان و حکومت افغانستان می‌خواهند که برای پایان جنگ در کشور تلاش ورزند. نشست چهار جانبه گفتگوهای صلح با اشتراک افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در اسلام آباد برگزار شد. و این نشست خوشبینی هایی را برای از سرگیری گفتگوهای رو در روی صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به میان آورده است. نصیر احمد صالحی گزارش می‌دهد. کلید گم شده صلح افغانستان همیشه در دست کشورهای دیگر پنهان بوده است. حالا هم نمایندگان کشورهای آمریکا، پاکستان، چین و افغانستان در این نشست مشترک که در اسلام آباد پاکستان برگزار شد برای آغاز دوباره گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان نقشه کشیدند. آغاز این گفتگوها امیدواری های زیادی را میان مردم افغانستان به میان آورده است. اینجا در هرات هم شماری از شهروندان از حکومت و طالبان میخواهند که بیدرنگ از جنگ و خشونت دست بردارند و مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل نمایند. برادران طالبمان از دست از خشونت بکشند، در کنار جامعه برادران مسلمان خو و مسلمانان بدبخت افغانستان که مدت چندین سال که رنج ای پریشونی ها رو میکشند رتوی دارند که اونان به خوب بیایند. مردم خسته شدن، واقعیت هر روز کشتار و تلفات بر دو گروه، هم طالبا و هم دولت. دیگه باید کنار بیایم، بس دیگه. ما از تمام گروه ها، از تمام اعضاب، همین کسانی که در رأس کارند، میخواهیم که اینا بیایند و پا میز مذاکره بشینند و برای مردم یک آرامشی ایجاد بشه که بتونن به راحتی زندگی کنند. در همین حال شماری از آگاهان امور آغاز دوباره گفتگوهای صلح را امیدوار کننده میدانند. با باور این آگاهان، با توجه به فشارهای چین و آمریکا بر پاکستان و بدتر شدن وضعیت امنیتی منطقه، حامیان طالبان این گروه را آماده گفتگو با حکومت افغانستان می کنند. اما آنان تاکید می ورزند که طرفهای گفتگو باید متعهد به صلح دائمی باشند. من فکر می کنم دیگه برنامه یا پروژه طالبانی دیگه ختم میشه و حالا اگر پروژه دیگه باز در افغانستان باز نکنن و یک پروژه دیگه نیه، انشالله و تعالی ما صلح دست خواهیم یافت. ولی اگر قرار باشه که پروژه طالبانی ختم بشه و باز یک پروژه تحت عنوان دیگه در افغانستان باز بشه، همون چالش هست و همون مشکل. تامین صلح در کشور به یک آرزوی دست نیافتنی برای شهروندان مبدل شده است. با اینکه در جریان یک دهه اخیر حکومت افغانستان تلاش کرده است تا برای حل مشکلات با مخالفان مصالح خود آنان را با گفتگو و برنامه صلح بکشاند، اما این تلاش ها تا کنون بی ثمر بوده است. یک دهه جنگ و درگیری در کشور بیش از همه از غیر نظامیان قربانی گرفته است. با اینکه چند پیش نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان برای نخستین بار برای تامین صلح در کشور رو در رو گفتگو کردند، اما این گفتگوها با رسانه شدن مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان متوقف شد.